آیت الله آخوندی از مشهد. ببینم شما چی این پاسخ موضوع به اینجا رسید. ببینم شما پاسخ این بلدید یا نه. امامانی که ولد تکوینی دارن چطوری شهید شدن، کشته شدن و نتونستن از خود دفاع کنن؟ بله، سلام علیکم. سلام. السلام علیکم یا بقیت الله، اشهد انک حجت الله انتم الاول والآخر. من حجت الله هستم. حقکم حق الریب فیها یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی بزرگوار سید گرامی. میخواستم عرض کنم که ما حقیقت آقای هاشمی همون مهدی رو که شما قبول داریم، ما هم همون مهدی. نه، یه سوال حاج آقا، این ابهام رو اگر رفع بشه ممنون میشم، بهش میرسیم. این که ولایت تکوینی امامان که جهان ذرات کون در قبضه دست امامه و خود امام هم کشته میشه، این معما چطور شما حل میفرمایید؟ این جوابش همینه که مثل همین که خداوند با همه قدرتی که داره، اما این همه معصیت میشه در میان بندگان و فرموده که من کنت کنز مخفی فبحثت عن عرف و خلقت الخلق لکی عرف، که من میفرماید که ملائکه به قدر کافی من عبادت میکردم، موجود گناهکار عصیانگری مثل انسان رو خلق کردم. پس حضرت حسین سباریت خودم رو نشون بدم و پس حضرت خودم رو پس خداوند ولی عزیز بالله، خداوند ولی عزیز بالله که کسی نمیتونه ولی عزیز بالله خداوند رو ولی عزیز بالله ولی عزیز بالله ولی عزیز بگه خداوند کشته ولی عزیز از بین ببره، کسی این توانایی رو نداره و این قیاس مع الفارق است. اما پس حضرت حسین خودش راضی بود به این قضیه دیگه، همین که امام حسین خونش ریخته بشه، سار الله خون خدا در واقع ریخته شده. حضرت این در حسین... واقع خداوند متعال وقتی حجتش رو بکشن مثل اینه که خود خدا رو کشته باشن. خودش اشکال نداره، اون فرزندان شیرخوار رو دیگه چرا حضرت حسین اونها رو اجازه داد که کشته بشن؟ شما اگه الان بحث درباره مهدویت بود، اشکال نداره. و حضرت علی زنش جلو روش راضی بود که کشته بشه دیگه، نمیتونست، چون میتونست دفاع کنه ولی دفاع نکرد. زنش حضرت علی زن جلوروش جناب آقای هاشمی، وقت صبر در هنگام قدرت ارزش داره، وگرنه صبر در هنگام عجز که ارزشی نداره. وقت حضرت علی راضی بود به این اقدام دیگه، چون میتونست جلوش بگیره ولی نگرفت، خب تمام شد. به مشیت خدا راضی بود، به بلای الهی راضی بودن و از خدا تشکر میکردن به خاطر این بلایی که بر اونها وارد شد. تسلیما لامرک رزن به قضائک، تسلیما لامرک لا معبود سوا. فقط این عقیده بعد... با عقل جور در نمیاد، به هر صورت بایستی بپذیرند در واقع مردم. خب حالا بحث حجت ابن الحسن، چرا خداوند هیچ توجهی به حجت ابن الحسن نفرمود؟ بله، من الان آیه‌ای که خوندم ان رجعتکم حق لا ریب فیها یوم لا ینفع نفسا ایمانها، حقیقت جناب آقای هاشمی من خیلی می‌خواستم از شما سید بزرگوار تشکر کنم، از شما می‌خواستم تشکر کنم به خاطر بحث بسیار زیبایی که با آقای خزعلی داشتیم. من اون شب می‌خواستم زنگ بزنم. اجازه آقای آیت الله از این تشکرها خیلی زیاد ما داریم، وقت تشکرش نداریم. اما این گفتی آیه قرآن ان رجعتکم حق، این آیه قرآن هست؟ لا ریب فیها یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. اگر این آیه ان رجعتکم حق لا ریب فیها شما از قرآن بیرون آوردید، من همین الان از روی این صندلی بلند خواهم شد و با بینندگان بدون خداحافظی شبکه را رها خواهم کرد و اینجا تا زمانی که زنده هستم روی این صندلی نخواهم نشست. این آیه قرآن را شما به من نشون بدید، ان رجعتکم حق لا ریب فیها. آیه رو که من برای شما خوندم که هل یذکرون الا ان تأتی اون ملائکه. نه، ان رجعتکم حق لا ریب فیها در کدوم آیه قرآن هست؟ در کدوم سوره هست؟ این تفسیره یه بعض آیات ربک رو تفسیر کردن خب به رجعت برگشتن ائمه به دنیا. تفسیر اونم تفسیر کرد که مرج البحرین یلتقیان، یعنی علی و فاطمه، یعنی یک دریای شور و یک دریای شیرین. حالا من نمیدونم علی شور بود یا فاطمه شور بود، چون مرج البحرین یلتقیان میگه هست بینهما برزخ لا یبغیان. ها تفسیرم میکنن، میگه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه بعوضه، یعنی پشه، میگه حضرت علیه. خب تفسیرم میکنن، کسی هم نمیتونه بهشون چیزی بگه. بفرمایید آیت الله.
خب در مورد صحبت های خوبی که آقای کمال حیدری داشتن میخواستم عرض کنم خدمتتون که ایشون ببینید تشکیک در اصل مذهب دلیل بر علماییت علمای شیعه شناخته میشه و ایشون از همین قاعده خواسته استفاده کنه، مثل علی ابن ابی حمزه بطانی که میگفتش که من روایت معتبری بر امامت امام رضا ندارم چون ثابت نشده بر من که ایشون در جنازه کنار جنازه موسی بن جعفر حاضر شده باشه. و آقای کمال حیدری و بعد ایشون تمام اموال خمسی که از موسی بن جعفر به دستش رسیده بود از مردم رو همه رو تصاحب کرد. ایشون هم الان آقای کمال حیدری مثل همون علی ابن حمزه بطائنی هستش که با این علماییت و با چی میاد امام زمان رو زیر سوال میبره و چی میکنه. این همون علمایی هستن که آقای خزعلی میگفتن که وقت بیاد حضرت اینها اول کسانی هستن که به جنگ گردنشون میزنه. متشکرم آیت الله آخوندی از مشهد از اینکه با ما همراه بودین، ولی حیف که در لحظات پایانی اومدین، وگرنه بیشتر از اینا وقت مطالبتون رو میشنیدیم، چون میدونم شما تقیه نمیکنید و حقیقت رو اون چیزی که آخوندها بهش اعتقاد دارن بدون خجالت مطرح میکنید و کاش که همه آخوندها مثل شما این شجاعت و شهامت رو داشتن که به این صورت با صراحت و شجاعت و شهامت تمام مباحث خود رو مطرح میکردن.